دوستان عزیز سلام عرض میکنم، من زرتشت هستم، لایف از تولوم مکزیکو براتون دارم برنامه میذارم. امروز یکی از دوستان، یک خانم خیلی عرفانی و خیلی با استعداد، ایشون سحر حسینی هستن که جورنالیستن و در ضمن هنرپیشه تئاتر و سینما، و از من درخواست کرده بودن که با هم دیگه یک اینترویو داشته باشیم. خیلی سوالای از من داشتن که در قبل صحبت کرده بودیم راجع به این که ما این یک برنامه با هم دیگه بذاریم، چون من خیلی ایمپرس بودم با صورتی که ایشون از من سوال میکردن و این درجه آگاهی که این خانم جوان دارن منو خیلی ایمپرس کرده بود و دلم میخواست باشون یه برنامه بذارم. الان من میخوام ایشون رو اضافه کنم. اجازه بدین اینجا آیا یک پلاس داریم اینجا؟ بفرمایین. و من تا حالا این کار نکردم. سر جان آیا شما اینجایی؟ من شما رو اضافه کردم، من تا عکستون نمیبینم اینجا. حالا سلام سر خانم، خیلی خوش اومدید، خیلی متشکرم که این آفر رو به من دادی و میخواستی با من برنامه بذاری، و خوشحالم که بالاخره بعد از این چند ماهی که با هم دیگه صحبت کردیم تونستیم این برنامه رو بذاریم و متشکرم برای وقتتون. خواهش میکنم. سلام آقای زرتشت، واقعا خوشحالم اینجا دارم شما رو میبینم. سلام برای همه کسانی که این لایو رو دارن الان میبینن. واقعا خوشحالم، من شما را دارم، شما منو دارین و میخوایم بیشتر صحبت بکنیم. و اینکه خیلی دوست دارم در این بخش من یک شعر عالی برای تمام کسانی که الان دارن منو تو رو میبینن در این لایو و بهشون بسرایم یا دیگلمه بکنم. حتما. واقعا خیلی خوشحال میشیم. خیلی خب، میگه نه بیمارم نه خوشحالم نه از حالم خبر دارم، گهی با جان، گهی با دل، گهی از هر دو بیزارم. گهی خمهایی در جوشم، گهی خمار می نوشم. گهی بیدار ولی خوابم، گهی در خواب هوشیارم. گهی بیگانه از خیشم، گهی بیگانه هم خیشم. گهی آنم، گهی اینم، گهی سر در گریبانم. گهی در شور در سازم، گهی با غصه می سازم. گهی تا عرش می تازم، گهی با ذره می سازم. گهی شاد و غزل خوانم، گهی از درد بیتابم. چه غوغایی است در این عالم که من حیران و حیرانم. خب حالا این قسمتی که میگه چه غوغایی است در این عالم که من حیران و حیرانم، برمیخوره به این که در این دنیا هر چقدر غوغا این باشه، بازم باید ما آرامشمون رو حفظ بکنیم و اون انرژی مثبت رو در درون پیدا بکنیم تا از این غوغای این دنیا حیران نشیم، خیلی خونسرد ریلکس راحت پیش بریم. به به. با وجود این که فارسی من خیلی خوب نیست، ولی بیشتر این شعر من فهمیدم، یعنی اسارش رو گرفتم. من به شعرهای شما قبلا گوش دادم، شعرهایی که روی اینستاگرام شیر کردین، و یادت باشه سارا جان به طور کلی اوریجینالی وقتی که به شعرات گوش دادم اونجوری شد که خیلی ایمپرس شده بودم و اونجوری با هم دیگه تماس گرفتیم، چون من برام خیلی جالب بود که یک دختر جوانی با این آگاهی خیلی بالا یک جورایی سر راه من پیدا شد و برای من خیلی جالب بود که باهات کانکت کنم. ممنونم. یکی این آقای زرتشت، میدونین یکی این هستش وقتی انرژی های مثبت دیگر رو پیدا میکنن، مثل آهنربا میمونه، یعنی جذب میکنن و مثلا هم دیگه وصل میشن، مثل زنجیری هست. خب حالا بیشتر قضیه به این ربط داره که شما انرژی هاتون یا اون انرژی مثبتی که دارین، اون انرژی با انرژی من همخوان بوده، شاید کمی
زیادی، شاید با انرژی شخص دیگه هم خام بوده و باعث شد ما وصل بشیم و همدیگه رو کنیم، جذب کنیم و بخوایم از حال همدیگه خبر بشیم. دقیقا این خیلی جالبه، برای اینکه وقتی که آدم به این نقطه ای تو زندگیش میرسه که اینو میفهمه، درک میکنه این سوژه رو، بعد یهو میبینه که چطوری اگزیستنس، یونیورس، جهان، حالا اگزیستنس دقیقا لغت فارسیشو نمیدونم چیه، ولی این حوزه واحد چطوری اون مهرهای اصلی رو میاره و مخصوصا در راه عرفان با همدیگه جورشون میکنه. یعنی ما همدیگه رو پیدا میکنیم توی این دنیا، دنیایی به این بزرگی. آره همینطوره. و خوبی این اینجاست که این دنیا، در این جهانی که ما فعلا داریم زندگی میکنیم، خیلی شلوغه، خیلی شلوغه. و اینکه مثلا انسان‌ها میتونن در این شلوغی، در این دنیایی که پر از غوغاست، که حتی خیلی ها راهاشون رو گم میکنن، نمیدونن باید چه کار بکنن، معمولا گیجن، معمولا مثلا آشفتن یا مثلا افسرده که اسمشو گذاشتن اینه، و عالیه که این قدرت رو، همون آرامش درونشون رو پیدا بکنن و بیان به همدیگه وصل بشن، یه وقت بگذارن، صحبت بکنن و رها بکنن خودشونو، یعنی خودشونو، حسشونو رها. وقتی این اتفاق به خودشون بیفته و این اتفاق و این چیزو و این اوی که هست کشف بکنن، میدونی اصلا زندگی، این غوغایی که مثلا تو این دنیا هست، این شلوغی که تو این دنیا هست، خیلی راحت باش کنار میاد. واقعا اینجور مثلا مثل دریا میمونه، مثل اون دریایی که هی موج میزنه، ولی بعضی موقع آروم میشه، بعضی موقع اگه تهش هم بری، عمقش بری، درونش بری، ببین خیلی آروم مثلا در جریانه، داره میره. اینجوری آقای زرتشت. خوب میشه که آدم بتونه یه سیستمی رو راه بندازه از نظر کاری و از نظر، یعنی برنامه گذاشتن، مخصوصا برای نسل جوان که خیلی به نظر من اطلاعات خیلی زیادی براشون هست و خیلی از این شبکه‌های سوشال میدیا زیادی وجود داره و اینا خیلی دیسترکشن ایجاد میکنه براشون. چه خوب میشد که ما میتونستیم یه سیستمی درست کنیم که بتونیم به نسل جوان رو یادشون بدیم که چطوری آرامش درونی رو درون خودشون پیدا کنن و یه تعلیماتی براشون بذاریم، بهشون کمک کنیم که از همین جوانی و همین اول کار اینجا رو در قلب خودشون پیدا کنن و بیان به این راه درستش. آقای زرتشت، میخوام به ادامه صحبت‌های شما یه چیزی من اضافه بکنم، یه موردی، اینکه من خودم یه زمانی در این قرارگیری، این مرحله قرار گرفته بودم که استفاده میکردم و موقعی که میرفتم سراغش و بالا پایین میرفتم، مثلا انواع و اقسام ویدیوها میومد و من یه جورایی میدونم که من به جهت‌های مختلف اینا مثلا یکی میگفت این خوبه، این خوبه، عالیه، یکی میگفت مثلا این کار رو انجام بدین، خب اینجوری بود، اینجوری مثلا من کلن داغون بودم، یعنی تعجب میکردم باید چی کار کنم. و این چیزی که شما گفتین کاملا موافقم، چه خوبه و واقعا از شما ممنونم که اینو من نظر گرفتیم، خواستین همچین برنامه ها و چیزی که تو خودتون دارین برای بقیه به اشتراک بگذارید. میدونین من واقعا سپاسگزار شما. برای چی؟ برای اینکه این یه کار بزرگیه. شاید الان مثلا بیایی تازه مثلا شما شروع کردین اینا، شاید کسی که شما مثلا اشخاص، افرادی که شما رو تماشا میکنن و دنبال میکنن، شاید متوجه نشن، ولی بعدها اگه به این چیزی که مثلا الان شما دارین بهشون مثلا هی کلاس میذارین، هی میگین، اگه پی ببرن، حتی اندکی پی ببرن، اینها اون زمان متوجه میشن که با این درست بوده، کاش اینو انجام میدادم یا کاش زودتر به این میومدم و اون آرامش درونم و اون خودم رو توی درونم پیدا میکردم و کشفش میکردم. بابت این واقعا ممنونم. مرسی آقای زرتشت. باید بگم از اینم ممنونم که شما
این کلاس ها و این لایف ها رو من نظر گرفتیم برای مثلا مردمتون کشور ایران، ایرانی ها خواستین اینجور برنامه ها رو بهشون داشته باشید که اونها از اینجور مسائل آگاه بشن. ما نمیگیم همه آگاه نیست، ما هرگز اینو نمیگیم. من خیلی از افرادی رو دیدم که آگاه هستن، خیلی آگاه هستن، خیلی عمیق آگاه هستن. خب ما نمیگیم همه آگاه نیستن، همه گی آگاه هستن، همه گی مثلا چیزی که شما اصلا مثلا دارین در رابطه بهش صحبت میکنین و دارین کشفش کردین، خیلی شاید اندکش رو یا شاید هم بیشترش رو کشف کردن. خب ولی این از خود یه استفاده، یه راهی، یه طریقی داره که باید استفاده بشه. خب برای همین این کلاس راهنمایی که شما میذارین و این انرژی من مثبتی که مثلا از اینجا از خود همین لایو بهشون انتقال میدین، شاید اونو نفهمن. واقعا ممنونم، مرسی، سپاسگزارم، چون من همه انسان ها رو دوست دارم و بهشون احترام قائلم. متشکرم عزیزم، خیلی خیلی لطف دارین. خواهش میکنم. آقای زرتوش، میخوام یه دیگه بگم. بفرمایید. نه من از خود، نه کس از حال من خبر دارم. دل مرا و من دل دیوانه را گم کردم. بله. خب اینو بر من میتونی توضیح بدی معنیش چیه؟ خب این مورد مثلا ما میتونیم این شعر رو از چند جهتی مثلا به تعریف بکنیم، تعارفایی داره، ولی میگه نه من از خود، نه کس از حال من خبر دارد. میگه اون چیزی که من در خودم هست اصلا ازش خبر ندارم. این به اون مثلا اون معنی، اگه بخوایم ربطی بدیم به این قضیه، به این معنیه که خیلی زیادی از افراد چیزی که توی درونشون هست و خبر ندارن و میگه نه کسی، نه همه کسایی که میگه توی این دنیا هست از حال من خبر داره، نمیفهمن در چه حالم، بیتابم، خوشحالم، آرامم، اگر این ظاهرم اینجوریه نمیدونن، خبر ندارن چه خبره توی من، نمیفهمن توی ذهنم چی میذاره، من آرومم، من نیستم، من دقیقا کیم، من چیم، من برای چیم. خب این میگه من اصلا کسی از حال من، حالم خوبه، کسی خبر نداره. این حال خودش یه حالیه، مثلا از لحاظ معنوی اگه ما بخوایم ببینیم میگه حالت چطوره؟ میگه حال من خیلی خوبه، رهام، آرومم، در اوج آرامشم و همین هر اتفاقی بیفته من نمیخوام خودم از دست بدم. خب اینه و میگه دل من رو میگه اونی که توی درون منه منو و من اونو گم کردم. میگه ما در این دنیا داریم جستجو میکنیم که من اونو پیدا بکنم، اون منو پیدا بکنه، با هم وصل بشیم. و میخواستم یه چیزی بگم ولی اینو نمیخوام بگم. خب بله، چند روز پیشه که با هم صحبت کردیم بهم گفتی که یه سری سوال داشتی ازم، میخواستی راجع به این برنامه‌ای که داریم یا برنامه‌ای که دارم میذارم میخواستی با هم صحبت کنی، یه سوالی بکنی. زرتوش اولی سوال من اینه، چی منظورم این که تکمیلش بکنم، چی شد که شما خواستین بیاین و همچین برنامه ها رو و اون چیزی که هست رو پابلیک بکنین؟ این کار رو هر کسی نمی کنه، همه گیز در سکوت میشن و آرامش میگیرن و ندارن برای بقیه، یا هم نمی کنه، شاید هم اجازه شو ندارن برای بقیه مثلا بگن یا بیان بکنن. ولی ما این انرژی مثبت رو یا اون چیزی که اسمشو گذاشتین انرژی مثبت که هست واقعا وجود داره، خواستیم برای همه به یک نعمی پابلیک بکنیم. چی شد؟ درست. خب این یه توی بخشای گوناگونی وجود داره، اونم یکی از بخشاش اینه که به طور کلی این برای یه کسایی توی این زندگی میشنشون، حالا میشن فارسیش نمیدونم چیه، ولی ماموریتشون این برنامه است، یعنی اینه که کمک کنن به دیگران و آگاهی رو بیارن. و این چیزی نیست که مثلا کسی بتونه انتخاب کنه. یعنی من وقتی که الان وقتی بهش نگاه میکنم توش انتخابی وجود نداشته. اون موقع به نظر میومد که شاید
یه نوع دزایر، یه دونه آدم میل داره، دلش میخواد که مثلا، یادمه که خیلی وقتا میگفتم خدایا منو بیار بذار تو این راه که به دیگران کمک کنم، ولی در اون لحظه که این حرفا رو میزدم نمیدونستم مسئولیتش خیلی سنگینه، خیلی مسئولیت بزرگیه. یعنی این آدم فکر میکنه که خیلی کار آسونیه یا نسبتاً آسونه، ولی بعداً که واردش میشه میفهمه که خیلی کار داره و خیلی مسئولیت داره. و تا یه جورایی وقتی که وارد این راه در این لول میشه دیگه راه برگشت وجود نداره. یعنی نه میتونی برگردی، نه میتونی وایسی، فقط باید بری جلو. ولی چیزی که جالبه تو این راه اینه که یعنی در این لول درس دادن سختیاش خیلی زیاده، ولی از اون طرف هم اون آدمایی که کمک رو میگیرن و شفا میگیرن، یا شفایشون روحیه یا فیزیکلیه، این خب خیلی با آدم انکوریجمنت میده، خیلی آدمو اون چیزی که میگیره در مقابل اون چیزی که آدم پس میگیره میارزه و انکوریج میکنه که ادامه بده به راه. بله، من از ظرفاتون اینو دریافت کردم. یه قسمتی گفتی به همین ربط میخوره که وقتی میری سراغ این راه و اون که هست اونو پیدا میکنی و به اون که میرسی که باید میرسیدی، قدر این یعنی در خودت میتونی کنترلش بکنی که میتونی دوست داری برای بقیه هم مثلا تو کنک بشی یا بقیه هم باید و از اون استرس افکار روز در ذهنشون داره دوباره رفتن. یه چیز دیگه آقای زرتوش میخوام بهم بگین میخوای چیکار کنی؟ مثلا آیا در مکانهای دیگه میخواین این کلاس ها و این لایف ها و این مورد ها رو داشته باشین؟ فکر میکنم تا حالا داشتین، اگر نداشتین چه موقع میخواین این کار رو بکنین؟ منظورت اینه که از نظر لایف آنلاین یا به طور کلی دور دنیا رفتن و تدریس کردن؟ رفتن، ببخشید. من خودم شخصا دوست دارم که این پرسن باشه، یعنی دوست دارم که اون کانکشن رو با آدم ها حضوری داشته باشم. و خب از زمانی که پندمیک اتفاق افتاد خیلی چیزا موو کرد آنلاین و خیلی ما فهمیدیم که میتونیم آنلاین درس بدیم و خیلی کارا رو آنلاین بکنیم. خب خیلی ها نمیدونستن که همچی چیزی به این سادگی میشه یا قابل قبول نبود، و خب از اون زمان به بعد یه ذره فرق کرده. ولی خودم شخصا دوست دارم که جلوی جمعیت باشم، اونو ترجیح میدم. از نظر این که جای گوناگون دنیا رفتن، خب این ارگانیزیشن میخواد. یعنی ببین سر جان، من الان 15 ساله که دارم پروفشنلی این کار میکنم و این کریر من از اروپا شروع شد. یعنی الان تازگی هاست که روی رادار ایرانی ها اومدم و منو میشناسن، قبلا نبوده. و بیشتر کشورهایی که میرفتم مثلا نروژ، سوئد، آلمان، لهستان، دانمارک و اون کشور اسپانیا، مثلا کانادا، اینجور جاها میرفتم. خیلی با ایرانیا کار نکرده بودم، نه اینکه نمیخواستم، فقط اتفاق نمیافتاد. الان از این تابستون گذشته یهو یک اتفاقی افتاد و چیزا عوض شد، و از یه جوری با خواست او من اومدم رو رادار ایرانی ها. و خب خیلی خوشحالم که این اتفاق افتاده، چون الان میتونم به هموطنانم کمک کنم به این صورت. بعد در وقتی که توی این راه هستی و میفهمی که
یه سری چیزها رو نمیشه فورس کرد، نمیشه زور زد یه چیزی اتفاق بیفته. اون چیزها وقتی که میخوان خودشون اتوماتیک اتفاق میفتن. خب من در اول کاریرم که شروع کردم از لس آنجلس، خب ما برنامه میذاشتیم، برنامه های کوچیک میذاشتیم تو لس آنجلس. خب خیلی افرت میخواد، خیلی کار داره، خیلی کارهای گوناگون و انجام بدی توی لیول های گوناگون، از کارهای اینترنتی و تا کارهای تبلیغاتی و کار اصلی خیلی کار بود انجام دادنش. و خیلی قسمتاش هست که من نه اکسپرتیز منه نه حوصله شو دارم. من قسمتایی که من خیلی دوست دارم انجام بدم و واقعا قسمتایی که دارم درس میدم در واقع، یا دارم کارهای شفا انجام میدم. یعنی اگه هفته ای سه روز چهار روزم منو بذاری روی استیج، حالا مثلا حتی یه دونه استیج های بزرگ بگیم مثلا توی استادیوم بسکتبال با 20,000 نفر، هفته ای سه روزم من این کار بکنم خسته نمیشم. جایی که خسته میشم اینه که تمام اون تدارکات، کارهای تدارکاتیشه، صحنه هستش پشته که بعد یه میلیون کارهای دیگر رو انجام بدی. خب البته خب تیم داری، کمک داری، ولی اون کاراست، اون کارا بیشتر منو خسته میکنه. برام اینه که خب خیلی مایلم که یه اگه بشه، خواست خدا باشه و خدا بخواد، یه پلیرای، یه اشخاصی که پروفشنالی کارشون اینه و سر را آدم بیان و بگن میدونی چیه، ما برات این تور رو میذاریم، این کشورها رو، و برات ارگانایز میکنیم، تیم داریم و اینا، و تو بیا کار کن. اون مدلی خب آدم، من خیلی دوست دارم برم کشورهای گوناگون و مخصوصا به دوستان ایرانی کمک کنم. بله، چون ایرانی ها مردمتون مثلا نه تنها در کشور خود یا مثلا آمریکا اینا، در همه کشورها خیلی زیادن و اونجا هستند. از لابلای صحبت های شما اینو دوست دارم سوال بکنم که شما گفتی اون قسمت هایی که من دوست دارم خسته نیستم، شفا مثلا شفدیهی و اینا، میشه در این رابطه بیشتر بگیم بیشتر کدوم مثلا بخش رو دوست دارین در رابطه بهش کار کنین و صحبت بکنین و که اون شفا انرژی شفدیهی رو مثلا برای همه کنکت بکنین و اصلاحات بکنین و این کار انجام میشه بگیم پروژه بهش بگیم. راستشو بخوای خیلی جالبه، چون درست قبل از پندمیک، یکی دو سال قبل از پندمیک، من گفتم که به خودم میگفتم یا به او میگفتم، گفتم من دیگه اصلا من نمیخوام کار شفا بکنم، دستم نمیخوام بذارم رو کسی. باشی نمیخواستم بکنم، میخواستم که یعنی آگاهی درس بدم، اونم در رابطه بود پنجم و رسیدن به آگاهی کیهانی و رسیدن به سکوت و اون چیزیه که یعنی اوریجینالی با مستر پونجاجی و از این یعنی این لینیج رامانا مهارشی و مستر پونجاجی که ادوایتا ودانتا هست، که الان این مدل جدیدش اومده به نام بود پنجم، اونو فقط دوست داشتم درس بدم. و نه تنها غیر از درس دادن، ترانسمیشن، یعنی وقتی که میری تو سکوت اینو میتونی ترانسمیتش کنی، مثل یه رادیو این موجا رو بفرستی به دیگران و دیگران شفا میگیرن بدون اینکه صحبت کنی. خواستم برم توی اون رو انجام بدم، ولی خب یه موقعی چیزهای آدم میخواد ولی رئیس بالا، the boss، یه چیز دیگه میخواد. بعد دیگه پندمیک شد، پندمیک کم که شد، خب دیگه برنامه نبود که رو کسی کار بکنی به اون صورت. خب از یه نظرهایی اون چیزی که میخواستم اتفاق افتاد، ولی یه جورایی اگزیستنس میگه که نه، ما به تو
یه همچین گفتی رو دادیم و این قدرت از تو میاد و نمیشه، باید دستتو بذاری رو دیگران، باید این کارم انجام بدی، یعنی هم این بر انجام بدی هم اون بر انجام بدی. بعد ما یه برنامه داشتیم در یه دونه فستیوالی این تابستون که من دعوت شده بودم و یکی از کینوت سپیکرها بودم، بومی فست، 2 ساعت 3 ساعتی شمال تورانتو، من دعوت کرده بودم که اونجا بود که خب یکی از برنامه ما این تندرستی کوانتومی بود پنجم بود که کار شفا انجام میدادم و اینا، که چند تا از این ویدیوهای ما وایرال شد که یکیشون 4 میلیون ریچ گرفت، یکی دیگرش 850 هزار. اینجوری بود که من اومدم اون رادار ایرانی ها. و خب الان در یک سیچویشنیه که مثلا ما روزی بین 15 تا 30 تا پیغام برامون میاد، مسیج میاد رو اینستاگرام و ایرانیا انرژی میخوان، هیلینگ میخوان، دلشون میخواد من روشون کار کنم. جانم شخصی میخوان، آره، یعنی این پرسن یا براشون انرژی بفرستم روشون کار بکنم. یا ازم خیلی سوال کردن که ما مریض داریم، مثلا شما برنامهاتون تو اروپا است، ما بیاریم مریضمون رو اروپا روش کار بکنیم یا نه، یا آیا میای ترکیه، اگه میای ترکیه بیایم سراغ ترکیه، یا میتونی بیای ایران. و خب ترکیه، من وقتی فکر میکنم راجبش، فکرم ترکیه بهترین ایدیاست، چون هم نزدیک به ایرانه و ایرانی ها راحت میتونن بیان ترکیه، هم برای من آسان تره. و خب دلم میخواد که برنامه‌ای بذارم در ترکیه که هم بخش شفا داشته باشه، هم بخش آگاهی، چون اینا با هم میاد و فقط این قسمتی که آدم ببین، مثلا این قسمت رو خیلی سریع میخوام برات توضیح بدم. به طور عموم مردم فکر میکنن که وقتی میرن سراغ شفاگر، درسته، بعد مثلا بگیم که یه سشن یه ساعتی با شفاگر دارن، یعنی مثلا یه مقدار پولی دادن و اومدن رفتن سراغ شفاگره، بعد فکر میکنن که تو اون 1 ساعت که رفتن برای این جلسه باید شفا بگیرن. اگر شفا نگرفتن این شفاگره خوب نیست، اوکی؟ ولی در صورتی که شما اگه بری سراغ یه پزشک معمولی، حالا برای هر چی، قلب، سرطان، سردرد، مایگرین، توی 1 ساعت که طرف شفاتو نمیده، که اول به ساعت اول فقط کلی سوال میکنه، بعد براتون یه نسخه میپیچه که بدین نمیدونم یه سری امتحاناتی بدین، آزمایشایی بدین، و یا به آدم قرص میده که این قرصا رو بخور، اونم که توی همون 1 ساعت آدم خوب نمیشه. خیلی وقتا که خوب نمیشه هیچکس، یعنی فقط اون سیمتومش رو کاور اپ میکنه، چون بعد طرف باید یه سری از عادتاشو ترک کنه. یعنی خب خیلی ها فکر میکنن که مثلا خیلی روی انتی مدیکیت دیپریشن هن، قرص های ضد دیپریشن میخورن، مثلا قرص کولسترول میخورن، قرص های بلاد پریشر میخورن، دایت جونم. یکی من یکی شخص رو دیدم که قرص تمرکز فوکس استفاده آره، اونا درسته. بعد مثلا دایتشون بده، یا سیگار میکشن یا مشروب میخورن یا هرچی. خب شما وقتی میری سراغ یه هیله که توی 1 ساعت 40 سال 50 سال 30 سال عادتهای بدتو، این کارها رو کردی و بدن مریض شده، توی 1 ساعت بری سراغ هیلره، که آره میشه که اینستنت، یعنی شفای بعضی وقتا اتفاق میفته که تو لحظه طرف شفا بگیر و همه چیش خوب بشه، ولی او خیلی it's very rare، میدونی؟
یعنی معجزه‌های اونجوری اتفاق میافتن، من خودم برام اتفاق افتاده، به چشم دارم، اصلا روی ویدیو دارم اینو، که حالا میخوام اینو بعدها براتون بذارم روی اینستاگرام. ولی خیلی خیلی چیز نایابیه، چیزیه که یه دفعه اتفاق اونجوری نمیافته. از نظر کار شفا روی دوستان این باید سیستماتیک باشه، یعنی خیلی ها شده که من باشون کار کردم شفا گرفتن و هیچ وقتم من نگفتم که و قبول نکردم که من کسی رو شفا دادم، چون میدونم که من هیچ کس رو شفا نمیدم، خداست که شفا میده. ولی اونی که شفا رو میگیرم مسئولیت داره، اونم باید لایف استایلش رو عوض کنه، نمیتونه که همون لایف استایل رو داشته باشه و انتظار داشته باشه که یه شفاگر بیاد همه چی رو براش تو 2 دقیقه درست بکنه. اگه ما در ترکیه یا جای دیگه برنامه گذاشته باشیم یا این برنامه‌ای که آنلاین من دارم، یه جلسه نمیتونه باشه، باید چندین جلسه باشه، بعد تمریناتی من بدم به دوستان که انجام بدن و بعد سیستماتیک باشه، ما سیستماتیکلی بریم جلو و اینه کار نمیکنه. بله، یه چیزی، چرا ایران؟ میخواید ایران بیرین؟ من الان مطمئنم که خیلی از کسی که دوست شفا پیدا بکن از اون افکار و از این خودتون گفتین، چی میخواین ایران بیرین؟ چرا ایرانی میخواین بیرین؟ خیلی داستانش ذره پیچیده است و اینو میتونیم در یه جلسه دیگه راجع به صحبت بکنیم. چرا دلم میخواد برم ایران؟ چرا نرم ایران؟ الان من 23 سال ایران نرفتم، معلوم آدم دلش میخواد بره ایران. و یه چیزی بهت بگم سهر جان، به نظر من چون با من تو هند خب خیلی از تعلیمات عرفانیم بوده به طور کلی، به نظر من اگه قرار باشه که من یه کسی، یعنی چی میگن در ایران، میگن راست و حسینی شو بگم، اوکی اصطلاحه نه، راست به نظر من عرفان ایران قوی ترین عرفانیه که وجود داره، این عقیده منه، البته عقیده شخصیه و میشه خیلی راحت چلنجش کرد. و عرفان عرفانه، فرقی نمیکنه شما توی آمریکای جنوبی باشی، در آفریقا باشی یا هند باشی، چون هند عرفانش خیلی قویه. ولی نمیدونم، من یه احساسی دارم که اون احساسی که من کردم در اون دوره‌ای که اون چند وقتی که خیلی خیلی ایران نبودم، ولی وقتی که توی اون بیابون‌های ایران، چون میرفتم ولگردی میکردم تو بیابون تنهایی، خیلی دوست داشتم که ساعتها برم توی بیابون و گم بشم و هر وقت این کار میکردم، البته خانواده وحشت میکرد و اینا میفرستادن دنبال ما، فکر میکردن یه بلایی سرم اومده، ولی اونا نمیدونستن که من با بیابون، ما با هم خیلی دوستیم و بیابون برای من صحرا، صحرا خونمه. یه چیزی توی ایران، توی صحرای ایران وجود داره که من نمیتونم به زبون بیارم، یک قدرتی هست، یه چیز عجیب غریبیه. بله و ممنونم آقای زرتوش. و میخواستم بگم که اون موقعی که شما گفتین من نیستم که شفا میدم، خدا شفا میده، حالا خدا یا همون انرژی که اسمشو گذاشتن خدا یا هر چیز دیگه، درسته همونه، این کنکت میکنه به واسطه یه کسی، یه کسی دیگه، یه بندش رو، یه انسانها رو دوست داره این مثلا این شفا رو بهشون منتقل بکنه و اون باعث بشه که این بقیه ها یا بقیه مردم این اتفاقا بهشون بیفتن و شفا پیدا بکنن، دوست داره این کار انجام بشه و یکی رو واسطه قرار میده. دقیقا شفاگر در اون حدی که من تا حالا فهمیدم و
به عقلم میرسه و به درکم میرسه. البته فقط تا اون حدی میتونم راجع به چیزی صحبت کنم که خودم میفهمم. خیلی چیزا هست که فهمشو من ندارم، یعنی خیلی کوچیکم که اونو بفهمم. باید خیلی بزرگتر بشه آدم که بتونه که تمام داستان یا یه بخش خیلی بزرگ این داستان رو بفهمه. برای همینه که این قدرش رو من فهمیدم تا حالا که خیلی خیلی کوچولوه. ولی تا اون قدری که این عقل این آدم میرسه، ما فهمیدیم که شفاگر کارش اینه که مثل یک آینه است و آینه میشه و اون فضای شفایی که وجود داره این وسط بین مثلا من و شما، مثلا من الان دارم کار شفا روی شما انجام میدم، اوکی، این نیست که من شما رو شفا میدم، اوکی، این فضا رو که ایجاد آدم میکنه خود آدم که هر دو از یک فضا آمدن، اتوماتیک اون کسی که داره شفا رو میگیره خودش رو شفا میده. شفاگر فقط ویبریشن ها رو، ارتعاشات رو میاره به یه نوسانات بالاتر و باعث میشه که اون کسی که اون و اون طرف هست اونم بیاد به اونجا و شفا رو بگیره. ممنونم آقای زرتوش. میدونی من از این که صحبت رو با اتون شروع کردم تا پایان، اون چیزی که خواستم دارم کش بشم، دارم میگیرم نمیشتم و اینقدر آروم میشم که حس میکنم خیلی گرمم. باورتون میشه؟ و اینکه آقای زرتوش بفرمایید. ببخشید قسمت آخر نشنیدم. قسمت آخر این که گفتم من واقعا حس خوبی دارم و دارم انرژی ازتون میگیرم یا انرژی داریم بهم میدین. شاید بعضی موقع مثلا به شخصی انرژی میدین یا شفا میدین که خودش اصلا خبر نداره، ولی شما همونجوری کارتو انجام میدین. درست؟ الان همون حالت. متشکرم، مرسی. خیلی وقتا جالبه، مثلا من میرم نروژ، آلمان یا یه جایی شهری و یه کسی از روزی که مثلا ساین اپ کرده، اسنویسی کرده برای اینکه بیاد به برنامه من، یهو شفاش از همونجا شروع میشه. یعنی حتی من اونجا هم نرسیدم یا قراره یه هفته بعدش برم، اینا شروع میکنن احساس میکنن که یه انرژی، یه چیزی داره روشون کار میکنه یا درداشون شروع میکنه کم شدن. این رو طوری که من میتونم توضیح بدم اینه که ببین سهر جان، اونایی که رسیدن، اونایی که سکوت واقعی رو پیدا کردن، یعنی اون نقطه رو توی حوزه واحد که ثبات داره درون خودشون پیدا کردن، مثل لورد بودا. بودا برای مثال میگن که هر جا میرفته در یک شعای 12 کیلومتری تمام اطرافش تحت تأثیر قرار میگرفتن، از انسانها، از حیوانات و از ویژیتیشن تحت تأثیر قرار میگرفته. چرا؟ چون این یک آدمی بوده که اون نقطه رو درون خودش پیدا کرده بوده و برگشته بوده به اونجا. و وقتی که ما این سکوت رو درون، و این از قلب میاد، این مغزی نیست، یعنی فکری نیست، وقتی که این ترانسفورمیشن اتفاق میفته، یعنی این یه مایگریشنه، یعنی ما یک سفری داریم از analytical thinking، یعنی از راه فکر کردن تک تک تک، و ما میایم پایین به قلب، به بودن، به وجود، و به اینجا میایم و از اینجا آپریت میکنیم. آپریت یعنی فعالیتمون از اینجاست.
و این چیزی نیست که من راجبش فکر کنم، این چیزیه که اتوماتیک در سالها کار کردن اتفاق افتاده. یعنی یه شخصی اومده به این نقطه، از اینجا کار نمیکنه، از اینجا داره کار میکنه، و خب برای خیلی هایی که تو مغزشون هستن اینو نمیفهمن چون هنوز نیومدن تو راه، ولی اونایی که اومدن تو راه میگیرن و آدم شیفت میکنه میاد اینجا. وقتی که از اینجا داره آپریت میکنه، یک چیز، یک نیروی فعال میشه در درون آدم، مثل یک جنراتور. این جنراتوره بیدار شده و داره کار میکنه و این داره این ارتعاشات رو میده بیرون، نه وام 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 جو داره میزنه، همش داره این کار رو میکنه. حالا دو اتفاق ممکنه بیفته. این هر جایی که این شخص میره یا هر جوری که کنک میکنه، اون نیروی مثل رادیو این ترانسمیت میکنه، یعنی این ترانسمیشن با اونایی که میان روی موج رادیو این آدم کنک میکنن، اینو ازش میگیرن، بهشون ترانسفر میشه، بهشون پخش میشه، یا اون، یعنی اون آرامشو میگیرن، یا گرم میشه بدنشون، یا ذهنشون آروم میشه. ولی یه چیز به طور کلی، یه چیز شخصی نیست که من بگم این یه چیزیه که من دارم و دیگران ندارن. یه چیزیه که درون همه وجود داره. و دلیل اینکه الان تو این احساسش میکنی، برای اینکه درون خودت وجود داره. کاری که میکنه، این انرژی که من دارم، یا این انرژی که نه من دارم، انرژی که اینجا هست، تو رو فعال کرده. یعنی اون انرژی درونی، آرامش درونی خودت رو فعال کرده. آره، متوجه میشین چی میگین آقای زرتشت. مثلا در همه قبولش دارم و میدونم اینو، فقط درون همه هست، عده زیادی، خیلی زیادی، اونی که اون چیز درونشونه خاموشه، نیاز به این داره که فعال بشه و کم کم به کار گرفته بشه. مثل اینکه بکنیم مثلا مرحله اول، مرحله دوم، مرحله سوم، مرحله چهارم، پنجم، اینا داره. ما مثلا دوست داریم فعالیت اول رو انجام بدیم، فعالیت دوم، سوم، چهارم، پنجم. اینکه کم کم مثلا فعالیت سوم این اومده و باز شده و فعال شده، اونا حسش میکنن. حتی الان که مثلا صحبت میکنی، اونا اتوماتیکلی، یعنی ناخودآگاهی، اونا حس میکنن. ولی اونایی که اصلا دارنش ولی اصلا فعال نیست، اونا اصلا حسش نمیکنن. نیاز به اینکه روی خودشون کار کنن، اونو فعال بکنن. مثلا میتونن از طریق یوگا، چیزی که مثلا شفادهی، حرفای شما، کورسای شما، بیان پیگیری بکنن و اون روی خودشون کار بکنن و اون چیزی که هست فعال بکنن. درست. وقتی اون فعال بکنن، حس میکنن و کم کم اون حسو میتونن در همه چی به کار بگیرن و حتی خیلی از مشکلاتاشون رو حل بکنن از طریق اون حسه و اون چیزی که اونی که توی درونشون هست، اون رو اگه فعال بکنن خیلی خوب میشه، خیلی عالی میشه. کاملا سرخانم کاملا درست گفتی عزیزم. از این نظر که برای مثال من پیغام خیلی میگیرم از آدمای گوناگون که من خیلی استرس هم، ایران میگن استرس، اصلا خیلی به هم خوردم، به من کمک کن. یا یه عده برام مینویسن که من چجوری میتونم اون توین فلیمم رو پیدا کنم. توین فلیم یعنی سولمیت، حالا فارسیش نمیدونم چی میشه، اون عشق اصلیم، یا اون کسی که من باید باشم. چی میگن این که وقتی آدم اون شخصی که باید در این زندگی باید باشه، اون کسی که جفتشو پیدا کنه، جفت عرفانیشو پیدا کنه که قرار باشه تو این زندگی، درسته؟ و همه به یه نوبه‌ای در این زندگی دنبال اون جفتشون هستن. اینو قبول داری با من؟ من موافقم. مثلا بعضا اسم دارم، مثلا این که ما اسم میذاریم روی بعض از موارد، مثل بود پنجم اینا، ولی اصل اون چیزی هست که ما نیاز اسم بذاریم. درست. بعضا نیمه گم شده
شده میگم، ولی در اصل ما جفتیمون رو باید پیدا بکنیم، اون جفتی که هست. حالا میشه بیشتر توضیح بدین جفت رو مثلا داریم میگیم پیدا بکنه، اون چیه دقیقا، چطوری میشه پیداش کرد؟ اوکی. اون اولا که این پیدا کردن این جفت واقعی اولا در خارج از آدم نیست. یعنی ما فکر میکنیم که سالهای سال من دلم میخواست که جفتم رو پیدا کنم، سالهای سال. به چه دلیل؟ یکی این که همه ما دوست داریم که دوستمون داشته باشن، عشق بگیریم، و همه دوست داریم که قبولمون کنن. همه آدمای دنیا هر جور در هر لولی، حتی کثیف‌ترین آدم دنیا، بدترین آدم دنیا، میخواد دیده بشه، میخواد عشق بگیره و میخواد قبول اکسپت بشه و پذیرفته بشه. جانم؟ پذیرفته بشه. پذیرفته بشه، درسته، دقیقا. و همه تو این دنیا دنبال اون میگردن، یعنی میخوان یکی رو پیدا کنن که جفتشون بشه، منتها فکر میکنن که اون شخصی که پیدا میکنن، الان مثلا این شخص رو من پیدا میکنم، این منو کامل میکنه، در صورتی که همچین چیزی نیست. این یه ابهامه. ما باید اون جفت اصلی رو درون خودمون پیدا بکنیم، چون تنها جفتیه که هیچ وقت ترکمون نمیکنه و همیشه اینجاست. وقتی که اصلا، برای یکی از دلایلی که من الان این کارگاه اولمونو برای بازگشت بهش من درست کردم، به خاطر اینه که اول ما باید به این جا برسیم که بفهمیم که ما کاملیم، قلبمون کامله و عشق واقعی از درون خودمون میاد، همیشه اینجاست. عشق واقعی چیزی نیست که من برم بیرون بگیرمش یا برم بخرمش. هممون هم سعی کردیم که بریم از بیرون پیداش کنیم یا بخریمش، یه جورایی به عنوان یک آبجکت به دست بیاریم، چون آبجکت نیست، یه چیزی نیست که من برم بگیرم بیام. اوکی، من بالاخره اون دختر که میخواستم پیدا کردم و الان کامله. چون هر چیزی رو که ما از خارج از خودمون بریم پیدا کنیم و بگیریمش، در ضمنم در یه روزی از دست میدیم و از دست دادنش همیشه قلب آدم شکسته میشه. بهتره که کارو اساسی انجام بده آدم، درون خودش پیدا کنه، یعنی اون جفت عرفانی من درون خودمه. اینو من درون خودم پیدا کردم. زمانی که اینو پیدا میکنی درون خودت و خودتو به خودتو دوست داری، خودتو قبول میکنی، اتفاق که میفته آدم کامل میشه. توی اون کامل شدن خیلی جذاب میشه. خیلی فکر میکنن جذاب بودن روی چهره است، رو روی بدن آدمه، یا روی اینکه پول داری یا معروفی یا نمیدونم از این چیز هست. خب اونا آره جذاب میکنه آدمو، ولی اون جذابیتش کوتاه مدته. ولی اگه درون، وقتی که پیدا میکنه درون خوده، حتی قیافش هم جذاب نیست، هیکلش هم جذاب نیست، پولم نداره، نمیدونم چیز نداره، ولی همون جوری که خودت گفتی میشی مثل مگنت، مغناطیس میشی. مردم نمیرن، چرا؟ دلشون میخواد باهات باشن. یا یه مرد هستی، نمیدونی چرا زنا اوتوماتیک دلش میان به طرف آدم. توی این کارگاه کاری که ما میخوایم بکنیم اینه که اون قسمت رو درون خودمون تشخیص بدیم اول، بعد یاد بگیریم که چجوری در اون فضا باشیم و چجوری این تمریناتی که انجام میدیم ما رو توی اون فضا به طور کلی و پرمننتلی نگه میداره. اون وقته که وقتی که با جزو عرفانی، جفت عرفانی خودش آدم کنک بکنه، اون طرف اوتوماتیک تشخیص میده اینو،
و خیلی راحت آدم میتونه یه رابطه healthy سالم داشته باشه، چون خیلی از این رابطه ها سالم نیستن. زمانی که من نیدی باشم، نیدی فارسی چنم چی میشه؟ یعنی desperate، هم احتیاج دارم که یه کسی باید منو دوست داشته باشه و این آدم باید دائم با من باشه، اون وقتی میشه possessiveness، یعنی من این میشه یه object، یعنی این دختر خانم میشه مثل یه دونه از این شیاییه که مال منه. آره من پورشم رو دارم، خونم هم دارم، موتورسیکلت هم دارم، اینم مال منه، هیچ کس هم اجازه نره بهش نگاه کنه یا دست بزنه. خب این میشه possessiveness. نمیم possessiveness فارسیش چی میشه، و این یه رابطه سالم نیست. ما داریم دنبال یه رابطه سالم میگردیم، یه رابطه سالم و یه مثلا شما گفتید، من فکر میکنم آقای زرتوش، من از حرفاتون اینو پیدا کردم، بابت این حرفاتون ممنونم. اینکه اون نیمه گم شده، چون همه نیمه گم شده اسمشون میگن، درسته؟ مثلا بخوایم بگیم توی درون خودمون اونو پیدا بکنیم، به خودمون ارزش قائل بشیم، خودمون رو بفهمیم، خودمون رو دوست داشته باشیم، بعد میتونیم اون هم نوع خودمون رو پیدا بکنیم و به یه شخص دیگه هم که جذبمون شده پیش ما اومده و بهمون میگه من از حرفات دوست دارم، بهم حرف بزنی، با هم صحبت بکنی. وقتی با هم صحبت میکنی من هی ریلکس میشم، راحت میشم و خیلی برام خوبه و اینا. این اگه طرف شخصی رفتی، میخوام الان یه مورد دیگه رو صحبت بکنم، کسانی که من تو رو الان دارن در این لایو میبینن، اگر سراغ به شخصی رفتین که وقتی باهاش حرف میزنین خیلی راحت میشین و دوست دارین همیشه باهاش صحبت بکنین، بفهمین اون شخصی هستش که اون چیزا رو توی درون خودش فعال کرده، اون رو توی درون خودش فعال کرده و این باعث جذب بقیه میشه و روی بقیه هم اثر داره و اون نیرو رو داره هی پخش میکنه، خودش نمیفهمه، مثل یه نوری میمونه که هی در حال، مثل میگن پارازیت داری پخش میکنی، در حال پارازیت پخش کردنه و تو اون یکی هستی که اومدی سراغش و دوست داری ازش مثلا باش بهتر صحبت بکنی. من این برام خیلی اتفاق افتاده، من تجربه اینو داشتم که یک شخصی یا یک کسی بیاد پیشم یا من سراغ اون شخص برم، وقتی پیگیر شدم دیدم آره یک کمی فعال شده، فعال کرده یا میفهمه، خودشو دوست داره و اون چیزی که توی درونش هست خودشو دوست داره. من از یه موقع از یک کسی سوال کردم، گفتم چرا تو اینجوری هستی، چطور؟ گفت برو یه چایی یا یه قهوه با خودت بگیر، توی یه مکان طبیعت برو بنشین که این باد وقتی توی صورتت میاد حسش کنی، لمسش کنی با صورتت، بعد میفهمی من چی دارم میگم. توی تنهایی خودت باش، با اویی که درون خودت صحبت بکن، ببین چی رو پیدا میکنی، بعد میفهمی قضیه چیه. من گفتم باشه، چشم، من همین کار میکنم. و همین کارم کردی چون فهمیدیش. میدونم. بله میدونم که پیداش کردی و فهمیدیش. سر ممنونم آقای زرتوش. فر جان، ما دیگه داریم یواش یواش به آخر وقتمون میرسیم. یه شعر دیگه برام میگی؟ فکر کنم شعرام تموم شدن. آره تموم شده. اوکی. پس دفعه دیگه در بله در برنامه بعدی یا لایو بعدی من شعرهای متفاوتی میارم برای دوستان بیان میکنم که ربطی به این داشته باشه. بیشتر اشعار معنوی دارم که بهم میاد و دوست دارم اینجا هم به اشتراک بگذارم که بقیه هم باید کیف کنن. من که هر وقت شعرهای شما گوش میدم سر خانم خیلی خوشم میاد، در صورتی که خیلی قسمتاشو نمیفهمم ولی اثرشو میگیرم. اصلش همونه، بگیریش جزئیات کاملش نیست، فقط بفهم چی داره میگه. دقیقا. بله آقای زرتوش، واقعا ممنونم آقای زرتوش. من واقعا از کسانی هم که در این لایو بودن تا پایان واقعا ممنونم، به این معنیه که کسانی هستن که دوست دارن و دوست دارن اوی خودشون رو پیدا بکنن و باهاش باشن و اونی که توی درونشون هست و فعال بکنن، که بعضی هی چاپرا اینا هم میگن و اونم هست. من واقعا ممنونم که هستن، اهمیت میدن، ارزش قائلن برای خودشون
من فکر میکنم کسانی که تو این لایف هستن به این معنی که خودشون ارزش قائلن و خودشون رو دوست دارن و اینو من مطمئنم اینو متوجه میشن یه روزی اگه الان نشدن. من خیلی من موافقم با این اونایی که به این لایف ها گوش میدن یا تو این راه وارد شدن، یک نیروی او من بهش میگم که ما رو میکشونه و میاره به این به طرف نور. ما همه در این راه هستیم، به طرف نور داریم میریم و اینترنت و این تکنولوژی جدید خدا رو شکر اینو برای ما پاسیبل کرده که ما میتونیم اینجوری با هم دیگه تماس بگیریم به این آسونی. الان ما میتونیم یه برنامه‌ای داشته باشیم در صورتی که 30 سال 40 سال پیش فقط از یه کانال های دیگه بود و خیلی لیمیتد بود. الان ما میتونیم این کار رو بکنیم. از ما خب تکنولوژی جدید خب خیلی ممکنه چیزهای بدی هم توش داشته باشه، ولی خدا رو شکر ما اینو داریم و حالا که اینجا هست و میشه ازش استفاده میکنیم تا اونجا که بتونیم. من میخوام سر جان میخوام دعوتت کنم که انشالله اگه مایل باشی با هم دیگه مرتب برنامه داشته باشیم، چون من احساس میکنم که خیلی میتونیم کمک کنیم به دیگران، مخصوصا به نسل جوان، و یک کانالی باز بکنیم که بشه بهشون کمک کرد، نخ داد، راه بهشون نشون داد. حتما. و برای دوستانی که امروز این لایو رو شرکت کردن خیلی ممنونم، متشکرم. خیلی ممنون برای کامنت هایی که میدین، خیلی متشکرم از اینکه این برنامه های منو شیر میکنین. وقتی که شیرش میکنین خب دیگرانم یک موقعیتی دارم که این حرفا رو بشنون. من ازتون تشکر میکنم خیلی خیلی. در توش اگه اجازه بدیم چیزی رو بگم بعد خدافیزی میکنیم. اینکه کسانی که تو این لایو هستم و میان به این لایو بخوام اینو بگم و مطمئنم موافقم به این معنیه که اون وارد انرژی میشه و شما هی بهش انرژی میدین. به این معنی نیست که انرژی دادن یک اسپسیفیک مشخص یا کاز داشته باشه، نه. وقتی وارد این لایو میشین، وقتی هر حرفی رو میشنوین و دلتون گرم میشه و حسش میکنین حتی یک کلمه رو هم، به این معنی داره آقای زرتوش بهتون انرژی میفرسته. خود این لایف انرژیه، فکر کنین داریم بهش وصل میشین. همین. خیلی متشکرم. من سوشال میدیا، آدرس سوشال میدیا من هست zarathustra5d، وبسایت ما هست zarathustra.tv و ایمیل ما هست info@zarathustra.tv. ما از ژانویه 17 یک برای 4 هفته 4 تا 4 شنبه، یک هر 4 شنبه برای 4 هفته برای 1 ساعت و نیم این اولین لایو و برنامه رو کارگاه رو من راه انداختم و الان برای رجستریشن ثبت نام لطفاً با خانم سلماز در ایران تماس بگیرید. خارج از ایران میتونین دایرکتلی روی وبسایت من ساین اپ کنین یا با خانم شادی در تورنتو تماس بگیرید برای اینفورمیشن. در ضمن دارم روی وبسایتم کار میکنم. خیلی سوال کردن که آیا من سشن های خصوصی میدم آنلاین و اینا رو ما داریم الان براتون درست میکنیم و به زودی اینا من روی وبسایت خواهم گذاشت و در ضمن یکی دو تا ترینینگ پروگرام های گوناگونه که من دارم روش کار میکنم که براتون آفر کنم برای دوستان در ایران و دوستان خارج از ایران. اینا همش لایف روی آنلاین خواهد بود. برای همینه که برای اینفورمیشن، برای اطلاعات بیشتر لطفاً پایین لطف کنین به نوشته های پایین نگاه کنین و تمام اینفورمیشن اونجا. خیلی خیلی خوشحال شدم، متشکرم و با امید دیدار هفته دیگه سه شنبه که من تنهایی لایف میرم و انشالله چهارشنبه در خدمت سرخانوم
با هم دیگه لایف خواهیم رفت. خدافظ. خیلی خوشبختم. مرسی.